در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چنان در کودکی پاسخ دهی یحیی بن اکثم را، که در گهوار عیسی ناسزا گویان مریم را. بر این خشکید بید پیر باران را تلاوت کن، بخوان در گوش پوکش کوه من آیات محکم را. امید رویش از این کنده فرسوده بیهوده است، نریز این گونه در پایش ز لفظت آب زمزم را. فقیهان شرح آیات از تو در 9 سالگی پرسند، مراجع از تو استفتا کنند آیات مبهم را. چنان بیدار کرده معتصم را حکم سنگینت، علی بیدار کرد از خواب گویی ابن ملجم را. نمیدانم چگونه گشت ام الفضل ام الفضل، قضا باز از کدامین نقطه مجرب خواند محرم را. سلام میکنیم به سید العباد باب المراد حضرت جواد علیه السلام و سلام میکنیم به شما که امروز محزونید و سوگوار. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاجای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله و برکات. علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، شنوندگان بزرگوار، عزیزانی که اینجا هستن، عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم. سلامت باشید. شما هم لابد مثل ما دلتنگ کاظمینید و پریشان مشهد. انشالله به زودی زود زیارت حضرتش نصیب تک تک ما و همه آرزومندان بشه. خیلی خوب، حالتون چطوره؟ الحمدلله خیلی متشکرم. خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم. جلسه‌مون و برنامه‌مون مزینه و منور به نام حضرت جواد. سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. امام جواد سلام الله علیه ویژگی‌هایی دارن که منحصر به خودشون هست و یه بخش مهمی از دوران امامت و یه بار سنگینی از مباحث امامت به دوشون بزرگوار بوده. میشه اینطوری مطرح کرد که در بین ائمه ما علیهم صلوات الله چند امام هستن که در موردشون معصومین فرمودن که مولودی فرزندی با برکت تر از اونها به دنیا نیامده. در مورد حضرت موسی بن جعفر داریم، در مورد حضرت جواد هست، نقلی هم مشابه این در مورد حضرت ولی اثر واهنا فدا هست. چرا امام جواد سلام الله علیه با برکت ترین فرزندن؟ خب یه بخشی از این مسائل معنوی است که ممکنه عقل بشر و همینطور بنده حقیر اصلا بهش نرسه، اما این در عرصه تاریخ چگونه قابل مشاهده است؟ برکت این
مولود رو آیا میشه مشاهده کرد؟ عینیتش رو در تاریخ بله محسوسه یا فقط معنویه؟ اون بخش معنوی که سر جاش، یا یه ارتباط بسیار عجیبی بین امام رضا صلوات الله علیه و حضرت جواد علیه السلام هست، براش هم روایت داریم. خدا اگر بخواد به امام رضا علیه السلام بشارت بده، او رو بشارت میده که انه به عنوان پاداش تو برای اون همه زحمتی که برای بندگانم کشیدید، چشم تو روشن میکنم به محمد فرزندت، یعنی امام محمد تقی حضرت جواد صلوات الله علیه. این ارتباط غیر از مسائل معنوی که شاید امثال بنده متوجه نشن، آیا در عرصه تاریخ میشه یه خدمت عظیمی از امام جواد و حضرت رضا بیان کرد؟ این تقریبا موضوع بحث ما در این روزی است که خدا روزیمون کرده به باب جود ائمه خدا علیهم صلوات الله حضرت جواد ملتجی و متمسک باشیم. الحمدلله. یه مقدمه ای رو ناچارم بنده عرض کنم تا عزیزانمون رو ببرم دوربین تاریخ رو در حوالی سال 200 که چه اتفاقاتی داشت اونجا می افتاد، در چه شرایطی امامت به حضرت جواد صلوات الله علیه منتقل شد. مقدمه رو سعی میکنم مختصرش کنم، ولی یه امان نظر و توجه انشالله بینندگان میفرماید. قبلا عرض شده در مباحثی که تخریب امیرالمومنین و تخریب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین رو عرض می‌کردیم، عرض شد محضر دوستان بینندگان که فضای فراهم شد که همینطور بکوب تخریب کنن. جنگ روایت علیه پیغمبر و امیرالمومنین دائما توپخانه‌اش کار می‌کرد. اصلا وقتی مروان می‌گفتن که برای چی اینقدر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دشنام میدی، او که دیگه الان نیست و شما دارید کار میکنید، و خودش هم یه وقتی گفت من میدونم که در قتل خلیفه قبل از خودش علی ابن ابی طالب کاری نبوده، گفتن پس چرا اینقدر؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، حکومت مستقر نمیشه الا اینکه ما دائما او رو تخریب کنیم، وگرنه جامعه از ما علی رو طلب میکنه، سیره امیرالمومنین رو طلب میکنه، سلوک او، روش عدالت مداری او، روش مردمداری او، و ما باید کاری کنیم که اینی که قرآن میفرماد منافق نهی از معروف میکنه و امر منکر به همین معناست، وگرنه واضحه که منافق نمیاد بگه بسم الله الرحمن بریم آدم بکشیم، بریم اطفال مردم رو سر ببریم، بریم دزدی کنیم، خب کسی قبول نمیکنه، بلکه میاد زینت میده، آرایش میکنه، میآرایت، فرهنگ رو تغییر میده. جامعه اگر منکر و معروف ببینه، اون وقت به سمتش میلم پیدا میکنه، و اگر معروف رو منکر ببینه ازش منزجر میشه، فاصله میگیره، دیگه به سمتش نمیره، یعنی فرهنگ سازی میکنه. ما باید کاری کنیم که جامعه بدش بیاد مروان گفت از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، وگرنه همون حکومت از ما طلب میکنه. خب کارخانه بنی امیه به کوب فعالیت شدید ضد علوی رو ایجاد کرد. ما می اندکشو در مباحثی که به صورت هفتگی داریم محضر بینندگان تقدیم میکنیم عرض کردیم. خب از اون طرف ائمه ما علیهم صلوات الله اینا که بیکار نمیچنن، که چند تا دستور کار ائمه ما دارن، همه ائمه های شریعتی بهش اهتمام دارن، یعنی هر امامی در شرایط خودش، در با توجه به اون حاکم زمان خودش، مردم، اتفاقات فرهنگی، یک سری اقدامات مختص به خودش داره، یک سری اقدامات مشترکه. اون اقدام مشترک اصلی اینه که جامعه باور کنه اهل بیت مرجع امورن. درد شما درمان نمیشه الا اینکه برید سراغ اهل بیت و نسخه از اونها بگیرید، و طبیعتاً سرحلقه، سرسلسله اهل بیت علیهم السلام امیرالمومنین علیه السلام. لذا باید امیرالمومنین در جامعه اعاده بشه. بین از زمان امام صادق تقریبا خیلی فعالتر ائمه عمل کردن، درسته؟ همینطور، یعنی عرصه بازتر شد. اگرنه از بعد از امیرالمومنین امام حسن نسخه مواردی داریم، سیدالشهدا، حضرت سجاد، همینطوری بگیرید بیاید جلو. یعنی اینکه دائما تلاش میکنن اهل بیت رو به جامعه برگردونن، چون پیغمبر فرموده بود تا وقتی قرآن اهل بیت هستن منحرف نمیشید. بله. و اهل بیت یه جور آسیب خورده بود، قرآن یه طور. قرآن بیشتر لفظش خونده میشد، اهل بیت یا مطرود شده بودن یا نسخه های جایگزین براشون درست کرده بود. ائمه هم دنبال بودن برگردونن مردم رو به سمت هدایت.
اتفاقی که افتاد این بود که دو سه چیز باعث شد که اهل بیت در این زمینه خیلی موفق شدن، منتها چون محدودیت داشتن آسیب‌های هنوز تو جامعه وجود داشت که این بحث خیلی مهمه به امام جواد سلام الله علیه پیدا می‌کنه. مثلا امام صادق صلوات الله علیه فضا رو اونقدر بعدن مهیا کرد که دیگه خیال حضرت راحت باشه از این که نستجیر بالله قبر مبارک امیرالمومنین نبش نمیشه و قبر مبارک امیرالمومنین افشا کرد اونجا زیارت کنن. قبلش نمیشد. امام صادق که مثلا پلیس نداشت نیروی امنیتی بگذاره، حکومت دستش نبود، حکومت دستش نبود و اگر جامعه نسبت به امیرالمومنین اون حرفایی که مروانیان و بنی امیه و اینا میگفتن تو ذهنشون بود، ممکن بود نعوذ بالله نسبت به قبر مبارک امیرالمومنین جسارت کنه. کاری که باید حضرت میکرد این بود که باید جوری مدیریت فرهنگی میکرد جامعه رو که نسبت به جامعه نسبت به امیرالمومنین احساس خضوع کنه، ادب کنه، برای درمان دردهاش به زیارت حضرت بره. طبیعتا دیگه اینقدر این قبیح میشه این جسارت، یعنی قبح میفهمه جامعه، کسی به سمت قبر مبارک حضرت دیگه برای تعدی نخواد بره. از اون طرف بنی امیه نه که هی کوبیده بود امیرالمومنین رو، اما به مردم خیلی ظلم کرده بود. شما وقتی یه دشمنی داری که اون دشمن دمار از روزگار شما در آورده، پوست مردم رو کنده، بیچاره کرده مردم، و بعد میبینی یه دشمنی داره هی از او بد میگه، ناخودآگاه شما نسبت به اون دشمنش احساس دوستی بهت دست میده. اینکه خدا دشمنان اهل بیت رو احمق قرار داده یکی از تجلیاش اینجاست. بنی امیه هی میکوبیدن امیرالمومنین رو. وقتی مردم منزجر بودن از حکومت بنی امیه، طبیعتا نسبت به دشمنشون که هی دائما ذکر میکردن رو هزاران هزار منبر اسم مبارک امیرالمومنین به جسارت میبردن، مردم نسبت به اونا نسبت به امیرالمومنین حس خوبی بهشون دست میداد. اهل بیت هم تو جامعه میدیدن که اینا ویژگی‌های خاص دارن، هر کدومی در عرصه عبادت، در خدمت به مردم، در دستگیری به محرومان، در شبانه قضا برای فقرا بردن، و علم حیرت انگیز اهل بیت، عبادت شگفت انگیزی که مفصل اینا در تاریخ نوشته شده و من ساعت رو لحاظ میکنم که نمیخوام مقدمم طول بکشه، این باعث شد که مردم یه واکنش یه بنی امیه نشون دادن که این علی ابن ابی طالب که اینا لعن میکنن کیه؟ اون علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که جد امام باقره، جد امام سجاده، جد امام صادق علیه السلام، اینقدر اینو خوبی و زیبایی دارن، اون چرا اینقدر دشمنی باهاش میشه؟ این چیزایی که میدیدن با اون چیزایی که میشنن کاملا فرق میکنه. از طرفی بنی امیه منفوره، لذا خوب حرفشو دیگه باور نمیکنن، میگن نسخه تو رو دیدیم، ظلمت رو دیدیم، لذا یه اتفاقی افتاد، شرایط کاملا فراهم شد به این سمت که حکومت بنی امیه سرنگون بشه و حکومت اهل بیت بیاد سر کار، و امام صادق صلوات الله علیه نزدیک بود به حاکمیت برسه. منتها اینجا یه خیانت عجیبی رخ داد که این جزء مظلومیت‌های بعدی حضرت رضا و حضرت جواد هم هست که من اینا رو دارم میگم به اونجا برسیم. و اونم این بود که نه که فضای تقیه شدید امام صادق، امام باقر، امام موسی بن جعفر علیه السلام نمیتونن خیلی مستقیم راجع به مصداق‌های بعد از امیرالمومنین، مخصوصا ائمه‌ای که زنده هستن، زیاد نمیتونن صحبت کنن، جامعه واکنش نشون میده، هم حکومت واکنش نشون میده، هم مردمی که دینو از بنی امیه گرفتن این حرفا رو بدعت میدونن، و چون زندگی کردن خیال کردن اون حرفایی که بنی امیه گفته طرفداران بنی امیه منظورمه، اینها دینی است که پیغمبر آورده، حرفی خلاف اون بشنون حس بدعت بهشون دست میده. خیلی شرایط برای بیان پیچیده، محدود، و شرایط امنیتی هم بسیار حاده، به گونه ای که اصلا شیعیان نمیدونن ما 12 امامی خواهیم شد. شیعیان میدونن آخرین فرد از ائمه مهدی موعود سلام الله علیه خواهد بود، اما این مهدی هدایت یافته، هدایت شده، صفت کدوم امامه عموم مردم اصلا نمیدونن. امام جواد ممکنه مهدی باشه. ما لذا بعدها میبینیم که روایت داریم حضرت عبدالعظیم اومده محضر امام جواد و عرض کرده شما مهدی موعودید. ریان ابن سلت امروز واجبش اگر رسیدیم عرض میکنم خیلی آدم مهمیه، میاد به امام رضا عرض میکنه شما مهدی موعودید، بعضی نسبت به موسی بن جعفر سلام الله علیه، بعضی نسبت به امام صادق. یعنی نمیدونن امام های ما چند تاست، چون اگر قرار بود اون که شاگردان خاص الخاص
میدونستن این علنی شده بود، خب بلا فاصله حکومت محدودیت ایجاد میکرد. عزیزان ما ببینن که هر چه پرده از ابهامات این مسئله برداشته شده، کمی به جامعه تزریق شده، نگاه کنید محدودیت‌های شدید ائمه پایانی شیعه بیشتر میشه. بله. جوانتر شهید میشن. حالا فرض بفرمایید از 100 سال پیش قشنگ معلوم بود فرزند کدام یکی از فرزندان این امام بزرگوار شخص بعدی، بلافاصله یا ترور میشد یا ترور شخصیتی میشد. لذا خیلی لایه‌بندی شده امنیتی اهل بیت عمل کردن برای اینکه حفظ کنن حقایق به دست ما برسونن. امام صادق علیه السلام و لذا از عظمت اهل بیت سخن میگن، مصداقش هم امیرالمومنین و بعد امام حسن امام حسین علیه السلام هست، اما راجع به زمان خودشون نمیتونن واضح صحبت کنن. من یه مثال براتون بزنم، الان یه مرجع بزرگواری بخواد از دنیا بره، خدا انشاءالله حفظ کنه مراجع ما رو، وصیت به چه کسی میکنه؟ به جانشینش، به اون اعلم بعدی، به کسی که ایشون اعلم میدونه. بعضی از مراجع بزرگوار امروز اینها، این بزرگواران وصی مراجع قبل از خودشونه. امام صادق علیه السلام وقتی میخواد وصیت کنه به چند نفر وصیت میکنه؟ یکیش منصور دوانیقیه. یعنی ببین چقدر شرایط امام هم محدودیت و جهل زیاده، هم امام راحت نمیتونه نظرشو بیان کنه، باید هم به همسرش وصیت کنه، هم به دو پسرش وصیت کنه، هم به برده خودش وصیت کنه، هم به حاکم مدینه وصیت کنه، هم به منصور دوانیقی، که هر کسی نتونه بفهمه چه خبره. این شرایط متاسفانه بعضی از داخلی های بنی هاشم، بعضی از فامیل های نزدیک ائمه یه خیانتی مرتکب شدن. اینا میدیدن مردم نسبت به اهل بیت امیرالمومنین اینا اقبال دارن، عرض ادب میکنن، میان توسل میکنن، اینا هم بعضی هاشون تحریک شدن که خب ما به حکومت برسیم، مردم در خونه ما بیان، خمس برای ما بیارن. دوچار توهم شدن. با بنی عباس بستن متاسفان. ایداد بیداد. یکی از افرادی که پدر او هم نوه امام حسنه و هم نوه امام حسین علیه السلام، یعنی اینقدر نزدیکه، اسم نفس زکیه، کسی شد که تمام بنی عباس به او بیعت کردن. سرداران نظامی بنی عباس با ایشون بیعت کردن که چی؟ ما میریم حکومت از بنی امیه میگیریم، وقتی گرفتیم میاریم به شما تحویل میدیم. تو ذهن جامعه چیه؟ این آقایون که دارن قیام میکنن میخوان ما رو از ظلم بنی امیه نجات بدن، ببرن ما رو سراغ حکومت اهل البیت. و بعد نفس زکیه چه کسیه؟ پسر عبدالله محضه که او هم نوه امام حسن علیه السلام هم نوه امام حسینه، دو طرفه، یعنی از دو طرف از زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهم اجمعین میرسه و متاسفانه این کارو کرده. اینی که ما شنیدیم بعضی از آقایون وجوهات میفرستادن برای دفاع از اهل بیت، مثل آقای ابو حنیفه و دیگران، وجوهات برای نفس زکیه میفرستادن، یعنی یه جوری به اصطلاح خودمون اهل بیت رو دور میزدن. دقیقاً اینا هم گفتن مصداق اهل بیت ما. از طرفی این قیام مشروعیت تو ذهن مردم پیدا کنه، از طرفی امام صادق علیه السلام رو در واقع از این که بخواد به حکومت برسه جلوشو بگیرن. امام هم محدودیت زیاد داره. متاسفانه قیام که صورت گرفت، استراتژی قیام این بود که میفرست در خراسان که هسته اصلی شروع قیام بود، طلبه هایی رو، علمایی رو فرستادن فضائل امیرالمومنین برای مردم بگن. با گفتن فضائل امیرالمومنین مردمی که دائم لعن حضرت و نعوذ بالله از بنی امیه شنیدن خط روشن میشه، میگن عجب آدمای حزب اللهی خوبه، مثلا بچه مسلمانی پیدا شده، حالا میخوان اعاده کنن، حق به اهل بیت بدن، از امیرالمومنین دم میزنن. حال نگو که اینها بنی عباسی ان که به قول اون شاعر میگه ای کاش ظلم بنی امیه ادامه داشت و این عدل بنی عباس نمیرسید. در پوشش حکومت عادلانه اهل البیت یه حکومت دینی تشکیل شد با سلاطین بنی عباس که بسیار متفاوت از بنی امیه در ظاهر بودن. ظلم اختصاصی خودشون داشت. جانماز آب بکش، منصور دوانیقی منبری دعوت میکردن، واعظ دعوت میکردن موعظه کنه، او قش میکرد از خوف خدا. یعنی تصورات جامعه رو سعی کردن
عوض کن. عوام فریبی، عوام فریبی وحشتناک و ظلم به اسم دین، این بار به اسم اهل بیت، و این خطرش خیلی خیلی بیشتره. خطر بیشتری. و مردم نگاه میکردن این حاکم بنی عباسی که اومد سر کار، حاکم مدینه کیه؟ یکی از نوادگان امام حسن که با اینا دست داده. و نستجیرو بالله کاری کردن که امام صادق علیه السلام به شدت محدود شد. این فضای رقابت که ما بشیم امام اهل بیت، شعار الرضا من آل محمد که یعنی به اون برگزیده آل رسول الله ما بیایم خلاصه بیعت کنیم، چه کسی برگزیده است؟ امام صادق برگزیده است یا نفس زکیه؟ دوروبری های نفس زکیه تازه به امام صادق علیه السلام فشار هم می آوردن که بیا بیعت کن، فشار آوردن، جسارت ها کردن، کافیه شریف و ببینن بینندگان زار می زنن که چه جسارت ها به امام صادق صلوات الله علیه شده که باید بی بیعت کنی، چه اتهام ها زدن همینا. این فضا فراهم شد، رقابت بین فامیل های ائمه متاسفانه که تازه یکم فضا باز شده، قبر مبارک امیرالمومنین افشا شده، تازه عوض این که یه خورده برگردن، متاسفانه رقابت جدی شد و از هر گوشه کسی قیام کرد. این روایاتی که داریم، قیام های قبل از ظهور حضرت ولیعصر سر و منافدا رو نفی میکنن. خیلی از علما نظرشون اینه که اینا ناظرن به این مصادیق، یعنی اینا قیام نمی کردن برای نهی از منکر در برابر طاغوت بنی عباس، بلکه قیام میگن که امام من هستم، یعنی در واقع ادعای امامت بود. این ادعای امامت که بود هی رنگ و بوی جدی تری گرفت. وقتی امام صادق علیه السلام شهید شد، پسر بزرگ حضرت عبدالله افتح بود، این ادعای امامت کرد. روایات ما میگه جل بن شیعه، یعنی اکثر قریب به اتفاق شیعه فکر کردن راست میگه، این ادعای امامت میکرد. امام کاظم علیه السلام در تقیه شون میکشن و حضرت داره امروز رو نگاه میکنه و فرموده بود از پدرم شنیدم که کاری به این عبدالله نداشته باش، عمری نخواهد کرد. ادعای کثیری رفتن سراغ او و البته او زود از دنیا رفت. از یه جا فهمیدن که اینا مهمه به بحث امام جواد، دونه دونهش ربط داره. از یه جا فهمیدن که عبدالله افتن امام نیست، چون نسلی از او باقی نمونده. شیعیان در طول این زمان ها فهمیده بودند که امامت فقط باید از پدر به پسر برسه و امام حسین استثناء بوده که برادر امام بوده دیگه، بعد از سیدالشهدا علیه السلام برادری امام نشده، نخواهد شد. لذا وقتی دیدن عبدالله افتح فرزند نداشت، گفتن پس خودش هم امام نبود. پس حالا که خودش امام نبود، برمیگردیم به اون کسی که امام قطعی بود، حضرت صادق، بریم سراغ فرزند دیگر امام صادق، مثلا سراغ موسی بن جعفر. از اون طرف چون فضای تقیه جدی بود، نمیدونن که چند امامه. وقتی موسی بن جعفر علیه السلام زندان افتادن چند بار در آخر عمر شریفشون، شیعیانی که دلسوز اهل بیتن، تشکل شیعه شکل گرفته، شیعیان سازماندهی شدن، در شهرهای مختلف حضور دارن، عرض کنم که ثروتی به دست اومده، شیعیان چون گسترده شدن، بازارها دست شیعیان. خیلی وقتا وقتی آدم هم میدونه در محدودیت امامشم برای هدایت دیگران کمک لازم داره، اینا تلاش میکردن، وجوهات میرسید، اینا دستبندی و سازمان وکالت، این خیلی نکات مهم میداشت. امام کاظم سلام الله علیه در واقع مبارزه اصلی حضرت با هارون الرشید، یکی از مبارزه اصلی حضرت جهاد اقتصادی حضرت بود که شبکه شیعیان بی نیاز از حکومتن، حالا خود این کردن کار تشکیلاتی، بله، کردن. خود این بحث مفصل داره. اینجا عده‌ای که وقتی حضرت زندان افتاد ثروت هنگفت دستشون بود، یه نفر 70,000 مثقال طلا، یه نفر 30,000 مثقال طلا، با بعضی از فرزندان امام و فامیل های امام دست به یکی کردن، توطئه کردن، گفتن موسی بن جعفر سلام الله علیه از دنیا نرفته، غیبت کرده. آها، بعد از شهادت حضرت. بله. و اصلا چون حضرت هم در بغداد از دنیا رفتن، شهید شدن، و شیعیان یا در کوفه بودن یا خود امام رضا علیه السلام در مدینه بود، فرزندان حضرت در مدینه بودن، گفتن ما که ندیدیم
خب غیر از امام رضا علیه السلام بقیه که نبودن ببینن، حالا امام رضا اگر به امر الهی تشریف آورده باشن، لذا گفتن که نه که فضای مهدویت هم جا داشت، اصلا در عرصه ای هستیم که از اون طرف بنی عباس هم با اسم منصور، عرض کنم خدمت شما که مهدی، هادی، اینا اسامیه که برای امام زمان و مردم برای اون هادی هدایتگر هدایت شده تو ذهنشون بود، اون منصوری که ولی دم مظلومان در تاریخ، بنی عباس هم این اسامی رو خودشون لقب میگذاشتن. فضای مهدویت داغه، اصلا وقتی ظلم تو جامعه زیاده مردم دنبال منجی میگردن، از این طرف اینا بستن با هم که آقا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه غیبت نفرموده. یه جریان بسیار خطرناکی به وجود اومد به اسم واقفه، که این واقفه شاید سنگین ترین انحراف در تاریخ اسلام باشه، حتی از سقیفه وحشتناکتر. چطور؟ برای اینکه وقتی امام کاظم علیه السلام شهید شد، نزدیکانی از بستگان ادعا کنند که ایشون از دنیا نرفته و امام رضا علیه السلام هم بد و امامت ابراز نمیتونن بکنن، خب مردم به چی باور میکنن؟ به بعضی از وکلای حضرت و بعضی از نزدیکان حضرت. چجوری به ما خبر دادن که امام زمان سلام الله علیه غیبت فرمودن؟ بعضی از علما، بزرگواران ها، بعضی از نزدیکان. اینا ادعا کردن، دو تا کارم کردن، هم رشوه به بعضی ها دادن که حالا عرض میکنم بعضی بزرگان اگر رشوه رو اون روز گرفته بودن، ما امروز هیچی از امامت نداشتیم. دشنام رو به جان خریدن، رشوه ها رو نپذیرفتن، ولی ایستادن که حقایق بمونه. امام رضا علیه السلام هم که محدود، فعلا اگه بخواد بروز داشته باشه زمان اوائل امامت، حکومت امامت حضرت، دوره هارونه دیگه، 10 سالش دوره هارونه. حضرت هم نمیتونه ابراز کنه. جمع زیادی از شیعیان اینجا واله و شیدا، فکر کردن امامت متوقف شده، دوران غیبت شروع شده و هیچ دوره، چون بعدم به کی استناد میکردن؟ گفتن وکلای موسی بن جعفر. امام نامه نوشته که پولتونو به اینا بدید، سوال از اینا بپرسید. همین یادم داره میگه که امام از دنیا نرفته، اونم این کاری کرده که پولا رو نده دیگه، در واقع پولا رو بالا بکشه. امام از دنیا نرفته، کجا رفته؟ چرا نیست؟ خب میگم غیبت کرده دیگه. یعنی دقیقاً مسئله غیبت رو، چون شیعیان هم تعداد ائمه رو نمیدونستن، آها غیبت رو گفتن همینجا دیگه جاشه. این غیبته. و نه که امام هم در مثلا فرض امام صادق علیه السلام در مدینه از دنیا رفت، تشییع حضرت و نزدیکان بودن، اصحاب بودن، دیدن. موسی بن جعفر سلام الله علیه در بغداد از دنیا رفت که نه محل شیعیان بود، تجمع شیعیان اونجا نبود، هم نزدیکان حضرت نبودن و عده متأسفانه این وسط خیانت کردن. و میدونید این کلام من خیلی با احتیاط باید حرف بزنم که جسارت به محضر حضرت رضا صلوات الله علیه نشه، این کلام که امام غایب شده، الان اگر در دوره امام زمان سلام الله علیه یه نفر بگی من امامم، شما چه حسی رو دست میده از شما، از ایشون نسبت به شما؟ شما میگی که او نستجیر بالله، دروغ داره میگه دیگه، میگه امام ما غایبه، یعنی فهمی من امام 13 هم، شما نسبت به او چه حالتی دارید؟ یکی از عوامل قربت امام رضا اینه که نه که اینا این کارو کردن، جامعه اول کار نسبت به امام رضا دچار بدبینی شد، جامعه شیعه که ادعای امامت میکنه یا نمیکنه، پدرش غیبت کرده یا نه، در غیبت هست یا نه، بزرگان اصحاب چه کار میکنن. اینجا امام رضا صلوات الله علیه یه کار استثنایی کرده در طول تاریخ ائمه، استثنایی است تا من برسم که حضرت جواد چگونه به امام رضا کمک کرد. یعنی من مجبور بودم این مقدمه رو عرض کنم تا به اینجا برسیم. جالبم بود بزرگوار سیر تاریخ. امام رضا علیه السلام برخلاف همه ائمه، شاید این سوال برای بینندگان ما به وجود بیاد که آقا هی شما شیعیان میگید امامان علم خاص دارن، به الهام الهی میبینن، لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر این پرده ها کنار بره ایمان و یقین من تغییری نمی کنه، به چه دردی می خورد؟ معمولا که ائمه، ما در حکومت امیرالمومنین عرض کردیم حضرت به همین ظواهر معمولا حکم می کرد، پس به چه دردی می خوره؟ خیلی جواب ها داره، یکیش اینه گاهی امام معمولا بر اساس ظاهر عمل میکنه، گاهی ممکنه به مصلحت آینده،
چون بالاخره هدایت امت دست اوست، خلاف این جریان عمل کنه. امام رضا علیه السلام مدتی که گذشت رسما خودش رو امام معرفی میکرد. یاران حضرت موسی بن جعفر میمدن گفتن فدای شما بشم، قربونت برم، پدر شما اینجوری نبود، تقیه میکرد، شما چرا تقیه نمیکنید؟ چون امام رضا دید اگر بخواد تقیه کنه و بروز نده، اصل مسئله دیگه از بین میره، یعنی امت میره سراغ جهل. یعنی شیعیان هم میگن خب هیچکس نمیگه من امامم، وکلایی هم که ما میگیم خائنن، اون زمان که اینا رو به خیانت نمیشناختن اصحابی بودن بعضیاشون، اینا هم نگاه میکنن میگن امام موسی بن جعفر غائب شدن و شده دوران مهدویت. در واقع حضرت رضا هر جا می نشست من امامم ابراز میکرد، جای سکوت بله. بود در دوره هارون می اومدن گفتن فدای شما بشیم، آقا بابای شما جد شما تقیه میکردن، میکشه این هارون، شوخی نداره، قسم خورده هر کس بعد از موسی بن جعفر ادعای امامت کنه من او رو میکشم، تو رو خدا نگو از دلسوزیشون. مثلا این سیره شما، حضرت میفرمود که اگر هارون مرا کشت بدونید من امام نیستم. یعنی اینجا علم امامه، هارون مرا نمیتونه بکشه، اینو بدونید. اگر میخواید بدونید من امامم یا نه، بدونید هارون این منو کشت، من امام نیستم. یعنی اینجا خداوند تقدیر نفرموده هارون بتونه منو بکشه، اینجا امام از علم الهیش داره استفاده میکنه. و بخشی از خلاصه این جریان ابهام مردم کم شد. اما یه اتفاقی داره میفته که ذهنها رو درش خلجان ایجاد میکنه، ابهام رو داره ایجاد میکنه، و اون اینه که اگر امام رضا علیه السلام امام باشه و موسی بن جعفر علیه السلام هم غیبت نفرموده باشه، پس مسیر امامت باید ادامه پیدا کنه، پس امام رضا باید فرزند داشته باشه که او بتونه امام بشه. بله. اگر فرزند نداشته باشه، نستجیر الله مثل ماجرای عبدالله معلوم میشه امام رضا امام نبوده، نعوذ بالله. میریم سراغ امام اصل که یقین داری موسی بن جعفر، رو غیبت او متوقف میشیم یا سراغ فرزند دیگه او باید بریم. بنابراین بعضی از این فامیل هایی که دنبال این فرصت بودن و بعضی از این یارانی که دنبال سوء استفاده بودن، دوست ندارن امام رضا پسر داشته باشه. درست شو؟ بله. یعنی به ضررشونه، همونایی که وقوف کردن. بله. گفتن که بله. حضرت در اینا به نفعشون، چون اگر امام رضا هی بیاد تو عرصه مناظره کنه، گفتگو کنه، امام رضا قبل از اینکه سراغش بیاد مأمون یه شخصیت شناخته شده ایه، هرچه تو کسی پس امام رضا بر نمیاد از جهت علمی. بله. از جهت عبادت و تازه ابراز هم داره میکنه، لذا مردم شکاشون ممکنه برطرف بشه و کما اینکه داره میشه به سمتش دارن میان. چیکار کنن؟ اونا میگن بهترین راه اینه که چون فرزن. فکر نمیکنن حضرت تقیه نکنه. فکر نمیکنن حضرت، میگن حضرت تقیه میکنه مثل بقیه ائمه. نمیدونستن که اینجا امام رضا صلوات الله علیه مسیر رو عوض میکنه، یعنی حضرت با علمشون تمام نقشه های اینها رو نقشه برام مون تا هنوز اونها یه ویژگی دارن، میگن امام رضا پسر نداره، امام رضا پسر نداشته باشه داله بر اینه که خودش هم نعوذ بالله امام نیست. پس دوست ندارن امام رضا پسر داشته باشه. اینی که شما شنیدید بعدن هی میان وزد میان فدای شما بشم، بزرگان اصحاب صفان میگه فدای شما بشم، نعوذ بالله اگر اتفاقی برای شما بیفته، خب ما باور داریم کلام شما، ما چه کار کنیم جلوی اینا؟ از اون طرف بعضی ها مثل صفان، یونس بن عبدالرحمن که از اینا سخن گفتیم، یکی از ویژگی های اینا اینه که آقای شریعتی اگه اینا نبودن ما امروز دستمون به امام رضا نرسیده بود، به اینا رشوه های کلان پیشنهاد دادن، اینا برای دفاع از امام رضا وایستادن، دشنام خوردن، توهین شنیدن، به اینا جسارت های عجیب غریب صورت گرفت، به یونس بن عبدالرحمن، به صفان، به امثال اینها، ولی اینا دست از امام رضا بر نداشتن. اینا اگر نبودن ما امروز دسترسی به این امام رضا نداشتیم. صلوات و درود خدا بر این اصحاب. اصحاب هر فرد اگر نباشن اون فرد رو نمیتونن دیگران بشناسن. اومد پیش امام رضا صفان گفت فدای شما باشم، خدای نکرده اتفاق برای شما بیفته، ما باید چیکار کنیم؟ حضرت صفان پسر دارم، که حالا من راجع به کودکی امام جواد عرض خواهم کرد. یعنی این دلسوزان دلشون میتپید. شما ممکنه بگید چطور پسر دارم و نمیدونن؟ برای اینکه تا میتونستن سعی میکنن فرزندانشون و همه اقصان فرزند اصلی رو خیلی بله خیلی تو عرصه اجتماع نیارن، آسیب بخوره، بعد جهات مختلف رو رعایت میکرد. حتی صفان نمیدونسته که حضرت فرزندی بسیار خیلی وقتا نمیدونستن.
حالا مثلا فرض کن حتی اگر حضرت میخواست به او هم معرفی کنه، باید در یه شرایطی بود که دیگران نبودن، غیر نبود. حالا بحث امامت در کودکی هنوز نمیخوام برسم. اینی که شما شنیدید که عده‌ای از نزدیکان امام رضا یک کار بسیار زشتی کردن، اومدن به امام رضا گفتن ما باورمون نمیشه که نعوذ بالله امام جواد فرزند شماست، برای چی بود؟ انگیزه برای چی بود؟ شاید شما میگه خب برمود بقیه همه چرا همچه کاری نکردن؟ چون امام رضا علیه السلام بیش از 40 سال از عمر شریفش گذشته بود، ائمه هم زود ازدواج میکردن، مثلا بیش از 20 سال از ازدواج حضرت گذشته، فرزند نداره، اینا تو ذهنشون بود که امام رضا فرزنددار یا پسردار نخواهد شد و اگر پسردار بشه دست ما رو میشه دیگه، ما نمیتونیم برگردونیم مسئله رو و مردم میرن سراغ امامت دیگه. بنابراین اومدن اون حرفای زشتی که در تاریخ نقل شده که اومدن به حضرت رضا گفتن ما باورمون نمیشه و بعد مثلا یه کسی بیاریم تایید کنه که فرزند شماست و مثلا قیافه شناس بیاد امثال اینا، به این جهت اتفاق افتاد. و یه شخصیت برجسته که این هفته شما بهش میپردازید به اسم علی ابن جعفر سلام الله علیه، من آقا اگر به هم بگن در بین اصحاب و ائمه به چه کسی عرض کنم که واله و شیدای او هستیم، میگم علی ابن جعفر، پیر مردی که عموی امام رضاست و اومد محضر امام رضا، خیلی ادب داره. خب تو این فضا که خیلی ها ادعای امامت میکنن، علی ابن جعفر یه فقیه برجسته، محاسن سپید، شخصیت نورانی، پسر امام صادق، پسر امام صادق، عموی امام رضاست. گفتن آقا تو بیا ادعای امامت کن. بعضیا اومد پیش امام رضا عرض کرد که من چه جوری از شما عذرخواهی کنم، بعضی از فامیلای من، برادرای من اینجوری جسارت کردن در مورد پسر شما با شما. مردم میبینن این ادب این عالمی که میگن خودش اگه ادعای امامت کنه طرفدار پیدا میکنه، چون شرایطم شرایط مخفی و خلاصه شرایط تقیه و خوف و ایناست. ایشون گفت من نمیدونم چه جوری عذرخواهی کنم. او حرفی نزده بود، چه جسارتی به محضر شما کرد. اینی که بعدها میبینیم که حضرت جواد سلام الله علیه حرکت میکرد، این علی ابن جعفر چنان میدوید که امامه از سرش میافتاد که کفش حضرت رو جفت کنه، جامعه میدید که او نسبت به امامش اینجوری ادب میکنه، تثبیت میشد تو دلها که امام جواد امامه. یاد دیدن که مثلا میخواستن امام جواد سلام الله علیه رو فست کنن، قدری از رگ رو باز میکنن برای اینکه خونه بله. اضافه بیاد، بله، برای یه نوعی از درمانه. این گفت من، علی ابن جعفر گفت من اجازه نمیدم، اول باید تیزی و حرارت آهن به دست من بخوره، من همه جوره فدایی امام جوادم. حالا امام جواد در واقع ایشون عموی پدر امام جواده و امام جواد 70-80 سال عمرش بیشتر از امام جواده. گفت نه من فدایی و اول دست منو ببرید، من نمیتونم درد امامو تحمل کنم ولو برای درمان. یه نفر بهش گفتش که بابا تو خجالت نمیکشی اینطوری از امام جواد دفاع میکنی خودت با این محاسن سفید؟ محاسنشو به دست گرفت رو به آسمون کرد، گفت من چه کنم که خدا صاحب این محاسن سفید و لایق امامت ندونسته امامت رو در این آقا قرار داده. امامت چیزی نیست شما بشینید مشورت کنید، رفراندومی برگزار کنید، یه امر الهیه و شایستگی های الهی داره، همونطور که عیسی سلام الله در گهواره ام بود پیغمبر بود. اینجوری نیست کلاس بخواد بره کلمه حفظ کنه. امثال او، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان تلاش کردند که جایگاه امام جواد معلوم بشه. اینا زمان امام رضا علیه السلام بودن. اینی که شنیدیم که بعضیا میگن میخواستن امام جواد از در پشتی بره، شناخته نشه، حضرت نامه نوشت که از در اصلی بیا، فقرا دم در وایسادن. جود امام رضا حاصل وصیت امام، جود امام جواد حاصل وصیت امام رضا است. از در اصلی بیا، کیسه هاتو پر کن، اینا گرفتارا به امیدی در خانه تو اومدن. دلیل تاریخی این نقل ها اگر اتفاق افتاده باشه چیه؟ اینه که دوست نداشتن امام جواد فرزند امام رضا تلقی بشه و امام جواد محبوب قلم داد بشه.
این که حضرت نوشتن شنیدم اطرافیان بخیلی داری. اطرافیان برای چی؟ اطرافیان پس بنی هاشم هن چرا اینا دوست دارن که امام جواد جودش به چشم نیاد؟ چون یا میخوان اصل فرزند بودن امام رضا رو انکار کنن، وقتی نشد این جود حضرت و محبوبیت حضرت رو نمیتونن، چون رقیب حضرتن. لذا امام جواد علیه السلام با ولادتشون اولا و با تثبیت این که باور شد امامتشون کاری کردن که امامت امام رضا تثبیت شد، لذا به نوعی حق گردن پدر دارن. از اون طرف امام در کودکی به امامت رسید و یه بار بسیار سنگینی به دوش حضرت قرار گرفت. تو اون شرایط عده‌ای گفتن حالا امام نابالغ، ما چیکار کنیم؟ بعضی بزرگان گفتن امام حالا تا بالغ بشه ما چیکار کنیم؟ ریان ابن سرد سلام الله علیه یقه اون فرد رو گرفت، گفت تو خجالت نمیشه؟ تو چی از امامت شنیدی؟ تو فکر کردی امام مثلا شاگرد مدرسه و دانشگاه است؟ امام صغیر و کبیر نداره. یه برهه عظیمی از فهم شرایط امامت اتفاق افتاده و از این جهت مظلومترین امام ماست. ما امامی نداریم که نزدیکان او اول کار با دیده حیرت و ابهام به او نگاه کنه جز امام جواد علیه السلام. و مثلا صفوان اومد محضر حضرت، عرض کرد آقا بعد از شما چیکار کنیم؟ حضرت فرمود خب گفتم پسرم. آقا ایشون 3 سالشه اون موقع دارم سوال. حضرت فرمود خب کوچک و بزرگ نداریم ما. امروز برای من و شما حاصل امامت امام جواد علیه السلامه که برای من و شما امامت 2 ساله و 200 ساله فرقی نمی کنه. عیسای نبی در گهواره با شیخ الانبیا ابراهیم برای ما فرقی نمی کنه. این تفکر ما حاصل بهتان شنیدن امام جواد و تحمل امام جواد. اگر اون روز امام جواد نبود، امروز ما این برامون یه مسئله واضح نبود. و قبول کنید که نگاه شیعیان به امامت چقدر عمیق شد. تا قبل از این مثلا شاید فهم می‌کردن امام صادق این همه علم داره، مثلا جهشی خونده، کجا رفته درس خونده، از کی یاد گرفته. ولی امام جواد اینجوری نبود که بگی کجا رفته خونده. یه فهمیدی علم جنسش فرق می‌کنه. این علم اکتسابی نیست. یه نکته بگم در مورد علم امام جواد که حالا حرف زیاده دارم ساعت ملاحظه می‌کنم، اینه که امام جواد علیه السلام مناظره‌های فراوان شنیدن عزیزان بیننده، اونا نمی‌خوام بگم، چنان علم حیرت انگیزی داشت و علم حضرت مقبول واقع شد که الان موسوعه امام جواد رو جمع کردن نزدیک 1500 صفحه است که بیش از 1000 صفحه روایات حضرت، 10 برابر امام حسن و امام حسین علیه السلام امام جواد روایت داره. چرا؟ در مباحث مقدماتی عرض کردیم امامت ائمه ابتدایی رو با اون اتفاقات تخریبی کاری کردن که جامعه قبول نداشته باشه. امام جواد با این سختی وقتی آمد چنان مستقر شد امامتش و باور شد که شیعیان برجسته از افراد بزرگ می اومدن محضر حضرت برای علم آموزی. و شما این لفظ تقی با تقوای پرهیزگار رو ساده نگیرید. بزرگانی از اصحاب امامیه که شک داشتن راجع به امام جواد که آخه در کودکی ادعای امامت میشه مگه؟ بعدن اومدن گفتن که آقا ما التماس داده میشه یه بار دعا کنی برای ما. و اینی که امام رو به تقی میشناسن، یعنی نعوذ بالله کسی که به بیوجه و غیر واقع و غیر درست ادعا امامت کرده باشه نیست. یعنی الفاظ که آره اهل بیت اومده اینا رو ساده نباید گرفت، همجور یه لفظی آمده. جامعه هم امامت حضرت رو باور کرد هم علم حضرت رو باور کرد، چون میدید. من الان فرض کنم الان بگم بنده بیماری کرونا رو درمان میکنم، خب مردم باور نمیکنن. اما اگر 1000 مورد رو من با یه دارویی که درست کرده باشم درمان کنم، وقتی چرا یه مثلا اول یه آرامشی سکون نفس اتفاق میفته. اینقدر پاسخ به سوال داد، اینقدر در نامنگاری ها علم حضرت روشن شد در مناظرات و عمومی و خصوصی. و شاید هم یه جاهایی میومدن حضرت رو محک میزدن. اصلا همینطوره. علمای ما داشتیم در شیعه که همون عبدالله افتر وقتی ادعای امامت کرد، هشام ابن سالم و مؤمن طاق رفتن یه ربه کار او رو ساختن. گفتن چیزی بلد نیست. اینا خریت فن بودن، از چند امام حدیث شنیده بودن. وقتی می اومدن
ببین شما وقتی پیش مرجع تقلید که 70 سال وقت گذاشته بری سوال کنی، میبینی که با زحمت کاری کرده که الان به حکم شرعی برسه، اما با کسی که بدون این مسیر به علم الهی رسیده باشه جنسش فرق میکنه. لذا طلاب باسواد اینو تشخیص میدن که ایشون با تلاش به اینجا رسیده یا نه به علم الهی رسیده. لذا امام جواد علیه السلام علمش باور شد، امامتش سکون پیدا کرد. حالا که این امامت سکون پیدا کرد، هم امامت امام رضا علیه السلام تثبیت شد، هم من خیلی گشتم آن شریعتی، هم دروغ اونا رو شد، دروغ اونا رو شد، هم خیلی گشتم، اصلا ندیدم در دوره امامت امام هادی که ایشون هم در کودکی به امامت رسیدن بین شیعیان این ابهام باشه که در کودکی امام شده. دیگه این مسئله برطرف شد و یه بار بزرگی از امامت امام زمان سلام الله علیه رو امام جواد به دوش کشیده. این امامت در کودکی مسئله و پروندهش جمع شد بین شیعیان و شیعیان نگاهشون راهبردی و عمیق شد نسبت به ائمه که امام با بقیه فرق میکنه. رقابت سیاسی سقیفه ها نمیتونه امامو از غیر امام مثلا قاطی کنه، امام مثلا جنسش فرق میکنه. به قول امام رضا صلوات الله علیه، امام یگانه ایه که احدی به اون نزدیک نمیتونه بشه، بالاتر از اینه که بشه درکش کرد. و حضرت فرمود که چجوری میخوان امامو تعیین کنن در حالی که اصلا اوصاف او رو نمیشناسن، کمان که نبی رو. و حاصل این فهم عمیق از امامت، استقرار امامت امام رضا علیه السلام و هموار کردن امامت ائمه بعدی، در واقع یه بخشی از زحمات حضرت جواد سلام الله علیه. سلام الله علیه. این در واقع یک مکتب عملی شد امامت همتوار. حضرت برای اون معرفتی که تو اون دوره خیلی قحطی معرفت بود و جناب علی ابن جعفر و اصحاب اهل بیت این رو خیلی زیبا به ترسیم کشیدند و به مردم یاد دادن. پس برگردیم به همون اول بحث، این که فرمودید مولودی با برکت تر از امام جواد نیست، یه نکتش همین بوده. در کودکی هم معرفت شیعیان رو به امامت عمق بخشید، هم امامت پدر رو تثبیت کرد. ما ندیدیم که کسی امامت پدرش رو تثبیت کنه، پدر به پسر وصیت میکنه، اینجا دو طرفه شد. و لذا یکی از دلایل تاریخی ارتباط عمیق بین امام جواد و امام رضا هم همینه علیه السلام، که در مسیر هدایت بازوی پدر شد. خوب، خیلی خوب. حالا اینکه میگن هوایجتون از امام جواد بخواید، این نکتش چیه حاج کاشانی؟ این غیر از اون روایاتی که از امام رضا علیه السلام رسیده که فقرا و بیچارگانی که در خانه تو میان، اینا به امیدی اومدن. ما هم عرض کنیم یا جواد الهیمه، ما هم امروز در این بیماری کرونا، در این سختی های معیشتی مردم، با امید امروز آمدیم و جلسه رو به نام شما آغاز کردیم. حضرت رضا فرمود اینا با امید میان. ما به امام جواد عرض میکنیم آقا ما وصیت پدر شما هستیم، مرحمت به ما، نگاه کریمانه و از جود و کرم شما به ما پدرت رو خوشحال میکنه، ما وصیت پدر شما. حضرت فرمود اینا با امید اومدن، کیسه هاتو پر کن، کیسه خالی به اینا نده، اینا رو نذار جای دیگه برن. لذا شیعیان اینو تجربه کردن و جالبه شما عرض کنم که با این باب المراد، هم حضرت موسی بن جعفر هم حضرت جواد مختص به شیعیان نیستن در اعطاء عرض کنم حاجاتشون. لذا همه اونجا خلاصه ملتجی میشن و امیدواریم انشالله دست ما از دامن حضرت کوتاه نباشه و انشالله به سفارش پدرش یه نگاهی به ما بکنه امروز. انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی خوب سیر تاریخ و قدم به قدم اومدیم تا دوران امام جواد علیه السلام و خیلی ممنون از توجه تک تکتون. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. انشاءالله تک تک دوستان عزیزم امروز به حق امام جواد حاجت روا بشن. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه بکنیم به روح بلند حضرت. آیات صفحه 475 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت بکنیم. زیارت کاظمین نصیب فرد فرد شما عزیزان دل. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في فإما نرينك بعض الذي نعدهم اللهم صل على محمد وآل محمد هرز تو را ز کودکیم دست کردم از بس شنیدم ز تو و مهربانیت عرض امام جواد رو میتونید در کانال ما ببینید و همینطور در سایت برنامه همراهتون باشه که انشالله از آفات روزگار بدور باشید وقت در اختیار حاج کاشانی و نکته های پایان بسم الله الرحمن الرحیم از امام جواد سلام الله علیه خیلی هدایایی برای ما رسیده زیارت حضرت زهرا از امام جواد روایت زیادی از امیرالمومنین ایشون نقل فرموده یه روایتی داریم که بسیار همیشه مهمه امروز بیشتر شاید اهمیت مضاعف پیدا کرده که حضرت فرمود که خدا به انبیایش فرمود که این زهدی که من بهتون گفتم داشته باشید خب تو دنیا راحت بودید انقطاعتون به سمت من شما رو عزیز کرد دیگه دستتون به سمت کسی دراز نبود اما هل آدیت لی عدوان و والیت لی ولیا آیا با دشمنای من دشمن بودید با دوستای من دوست آیا ولایت و براءتتون درست بود؟ اینو باید بدونیم که گاهی پیش میاد آیه شریعتی که یه نفر خیلی هم ممکنه ظواهر دین رو رعایت کنه نماز اول وقت اینا ولی جاش که میرسه نسبت به دوستان اهل بیت کم رحم میشه الان فصل مثلا تعویض خانه ها و اجاره و اینهاست طرف چند سال خونش خالیه یعنی نیاز نداره از اونایی نیست که امرار معاشش با یه خونه است ده ها خونه داره خالیه وقتی میخواد اجاره بده به قیمت روزی که امروز قیمت روز اجاره در تهران به قیمت خرید خونه در چند سال پیشه چهار سال دو سه سال پیشه متاسفانه. فکر میکنه که حکم قرآنه که باید به درهم درهمش رو هم بگیره حضرت فرمود که اینا که این سلوک ظاهری دیندارانه انقدر مهم نیست که شما نسبت به دوستان اهل بیت چقدر رحم میکنید نسبت به اهل بیت و یارانشون چقدر همدلید نسبت به دشمنان چقدر بغض داری خودم نسبت به دشمنان اهل بیت بغض داشته باشه مثل اونا بیرحمی نمیکنه بله خیلی خوب بسیار ممنون متشکرم نکته باقی مونده یه جمله از علی ابن جعفر من عرض کنم این فرصت هست اونم اینه که این علی ابن جعفری که عرض کردیم عاشقش هستیم زحمت کشیده نکاتی عرض کردیم قبل از قرآن پیر معرفت و محاسنش رو تو راه امامت و دفاع از اهل بیت سپید کرده روایتی نقل کرده که هیچ چیزی در دین به اندازه تبعیت از امام و شناخت امام و مسئله امامت تأکید نشده چون تمام مبانی دین در واقع بر این محور میگردن و مردم هم در هیچ موضوعی مردمی که خواستن انکار کنن در هیچ موضوع اینقدر انکار نکردن و دشمنی نکردن متاسفانه که در این مسئله خداوند انشاءالله ما رو جزو کسانی قرار بده که پرچم امامت رو کمک میکنیم به اهتزازش انشاءالله باب المراد حضرت جواد تا جهان هست و تا نفس باقی است ما فقط محو کاظمه این توی سلام و صلوات خدا بر شما متشکرم ازتون اللهم فکما هدیت بی من الضلال واستنقذت بي من الحيرة وأرشدت بي من اهتدى وزكيت بي من تزكى فصل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك و بقیت اوصیائک
إنك عزيز حكيم.